احسان نادرپور روزنامه‌نگار از استانبول همراه ما هستند. جناب نادرپور متشکرم از حضورتون در برنامه. در کارنامه سیاه حکومت در تقابل با دانشجویان مواردی چون حمله به کوی دانشگاه در سال 78 هست، حمله مشابهی که در سال 82 به دانشجویان علامه شد و موارد متعدد بسیاری از این دست. آیا این انسجام و این همبستگی همراهی 17 دانشگاه با دانشجویان دانشگاه هنر تهران میتونه مانع از این در واقع خفقانی بشه که حکومت بر دانشگاه‌ها ایجاد کرده؟ ببینید، دانشجویان دانشگاه پردیس هنرهای زیبا یک جواب خیلی خوبی دادن به حاکمیت و مسئولین دانشگاه و گفتن که آزموده را آزمودن خطاست. واقعا توی سالهای گذشته و دست کم توی یک سال گذشته با شروع اعتراضاتی که انجام شد نسبت به حجاب تو دانشگاه ها و بعدش ماجرای خیزش سراسری، دانشجویان نشون دادن که پشت همدیگه ایستادن. شاید دانشگاه فکر میکرد که مسئول دانشگاه فکر میکردن که با پایان یافتن دوره ترم تحصیلی میتونن یکم فشارها رو بیشتر کنن و بتونن میخ خودشون رو محکم بزنن برای شروع ترم جدید تا فشارها رو روی دانشجو بیشتر کنن. ولی خب با این اتفاقی که افتاد و ایستادگی دانشجوی دانشگاه هنر که با اون تحصنی که انجام دادن تا بامداد روز پنجشنبه تو دانشگاه موندن و نهایتا با ضرب و شتم بیرونشون کردن، نشون دادن که قراره که ایستادگی کنن دانشجویان، در کنار همدیگه باشن. از دانشگاه‌های مختلف ما دیدیم نزدیک 17-18 تا دانشگاه اعلام آمادگی کردن، اعلام همبستگی کردن با دانشجویان دانشگاه هنر و گفتن که قرار نیست با توجه به اینکه داره ترم تحصیلی تمام میشه شما فکر کنید دانشجو دانشگاه مرده و ارتباطش با خیابون قطع شده. و طبیعتا همینطور هم هست، ما نشونه هاشو داریم میبینیم تو دانشگاه مختلف اعتراضات داره شکل میگیره، دانشگاه پویایی خودشو داره نشون میده و این نشونه از اینه که این سرکوب هایی که داره انجام میشه از سوی جمهوری اسلامی نتیجه نخواهد داشت. چطور پیش بینی میکنید که در واقع شرایط پیش رو به کدام سمت خواهد رفت؟ ما داشتیم در اسنادی که مکررن منتشر شد دانشجو و دانشگاهیان در نوک پیکان سرکوب نظاممند حکومت بودند. چقدر احتمال میدین که دانشجویان بتونن همچنان مقاومت بکنن و این مقاومت مدنی در واقع به صورت کاملا همبسته و منسجم ادامه داشته باشه؟ اگر کوتاه پاسخ بدین. توی ماهای گذشته دانشجویان نشون دادن که این امکان وجود داره که با توجه به همه سرکوب‌هایی که انجام شده دانشگاه پای اهداف خودش و آرمان‌های خودش بیسته. ما دیدیم ممنوع ورودی‌های بسیاری انجام شد، ما دیدیم تعلیق‌های بسیاری و انجام شد و تبعید‌های بسیاری. همه اینها باعث نشد که دانشگاه سرکوب بشه و از اهداف خودش عقب بشینه و همه این اتفاقا افتاد. بله. اما دانشگاه دارن پویایی خودشون رو نشون میدن. با توجه به این اتفاقاتی که داره میفته بعیده که این سرکوب ها بتونه نتیجه داشته باشه و قطعا هم در پایان ترم جدید و هم در شروع ترم آینده ما مقاومت دانشجو رو خواهیم دید همزمان با سالگرد خیزش سراسری. ممنونم از شما احسان نادرپور روزنامه‌نگار که از استانبول همراه ما بودین.